بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح سي أصل ودليل هاي آن سيوم اهمیتی و مختنی توحید. بدان الله تعالی تو را برای طاعتش ارشاد نماید که حنفیه ملت ابراهیم علیه السلام الله را یگانه پرستیدن، در حالی که دین را برای او خالص کردن و برای همین الله همه مردم را امر کرده است و برای همین آفریده است. همچنان که الله تعالی می فرماید نیافریدم جن و انس را مگر اینکه مرا عبادت کنند، و معنای عبادت کنند یگانه بپرستند می باشد، و بزرگترین چیزی که الله به آن امر کرده است توحید است و آن یگانه پرستیدن الله است، و بزرگترین چیزی که الله از آن نهی کرده است شرک می باشد، و شرک دعای غیر الله همراه او می باشد. حنفیه، حنفیه در لغت از کلمه حنف گرفته شده به آن مایل کردن است. حنفیه در شریعت همان ملتی مایل کننده از شرک به سوی اخلاص، توحید و ایمان می باشد. فرمانبردار الله حنیف، خالی از انحراف بود، یعنی روی گردان به سوی الله و از شرک پیش گردان بود. پس حنیف کسی است که دائما به سوی توحید بر می گردد و از شرک دور می شود. در اینجا مؤلف رحم الله بیان می نماید که توحید را برای چی می آموزیم و براستی در گذشته اهمیت آن را ذکر کردیم. تعریف توحید همچنانه که در مقدمه ذکر کردیم در لغت یک نمودن هنگامی که چیزی را یک قرار دهی، دوم در شریعت یگانه قرار دادن الله به آن چیزی که در ربوبیت، الوهیت و اسمها و صفاتها اختصاص دارد. رحمه الله گفت به معنای می پرستند یگانه قرار می دهند، و این سخن ابن عباس رضی الله عنهما است که می گوید هر عبادتی که در قرآن است معنای آن توحید است، و الله را می پرستید یعنی یگانه قرار دهید. ای مردم پروردگارتان را بپرستید، ای مردم پروردگارتان را یگانه قرار دهید.